effekt har. PA700 یه مجموعه افکت متمرکز شده روی خودش داره. 4 قسمت اصلی شامل اکولایزرهای مستقل، اینسرت ها و مستر افکت ها، افکت های میکروفون و گیتار، گلوبال ایکیو و لیمیتر. به عنوان مثال نگاهی کنیم به نحوه تعامل افکت ها در حالت استایل پلی. بقیه حالت ها هم با اندکی اختلاف مثل همین حالت کار میکنن که بعداً توی همین فصل توضیح میدم. دارم از ریتم ایزی فانک از گروه فانک اند بلوز استفاده میکنم. منو رو بزنید. میکسر تیونینگ EQ Gain. در کنار قابلیت تنظیم اکولایزر برای هر صدای داخلی کیبورد ست، میشه اونو برای هر کدوم از صداهای ریتم هم تنظیم کرد. زدن ترک سلکت بین این دو سویچ میکنه. کیبورد ست رو بیاریم. الان فرکانس های های، مید و لو رو برای آپرا یک تنظیم میکنه. بعضی وقتا تقویت کردن فرکانس منجر به دیستورت شدن صدا میشه. توی این یکی صفحه از این قسمت میشه این قضیه رو جبران کرد. از این قسمت هم میتونین کلن بایپس کنین تا هیچ تغییری اعمال نشه. قسمت افکت های مستر و اینسرت در PA700 به دو قسمت تقسیم میشن. افکت های گروه A و افکت های گروه B. در حالت استایل پلی، افکت های گروه A متعلق به بخش ریتم و آکورد ها و افکت های گروه B متعلق به کیبورد ست ها هستن. یک گروه افکت شامل دو نوع مختلف از افکت هاست. افکت های اینسرت و افکت های مستر. افکت های گروه A و B هر کدوم دو تا مستر افکت دارن. افکت های گروه A دو تا اینسرت و افکت های گروه B یه دونه اینسرت افکت دارن. وقتی که یه صدا به داخل اینسرت افکت هدایت بشه، سیگنال صوتی مستقیما از داخل افکت میگذره، درست مثل اینکه یک پدال افکت گیتار که بهش ورودی میدین و ازش خروجی میگیرین. من از قبل یه کورد سکوئنسر ضبط و آماده اجرا کردم. به تب اینسرت افکت برید و برای آوردن ترک های آکورد از دکمه ترک سلکت استفاده کنید. گیتار ترک 1 آکورد از یکی از اینسرت افکت ها و الکتریک پیانوی ترک 3 آکورد هم از یکی دیگه از این اینسرت افکت ها استفاده میکنه. بذارین افکت پیانو الکتریک رو عوض کنید. نگه داشتن شیفت و زدن ترک موجب سولو شدنش میشه. اینجا رو بزنین تا افکت قابلیت ویرایش پیدا کنه. بیش از 140 تا افکت اینجا موجوده، پس تعداد گزینه‌های قابل انتخاب زیادن. من میخوام که افکت رو از فیزر به فلنجر تغییر بدم. همونطور که میبینین میتونین دو تا اینسرت افکت رو برای دو تا ترک مجزا استفاده کنین، یا اینکه به جاش از دو تا اینسرت افکت روی یه ترک استفاده کنین. من افکت ترک الکتریک پیانو رو غیر فعال میکنم، بعدش دومین افکت اینسرت رو روی ترک گیتار آکورد 1 اضافه میکنم. اگزیت رو بزنید. مستر افکت ها کارکرد متفاوتی دارن. اونا به طور موازی با سیگنال خامی که از ترک ها میاد مخلوط میشن. شما میتونید با پارامترهای سند به میزان کم یا زیاد از مستر افکت رو روی هر ترک اعمال کنید. پس میتونید یک کمی ریورب روی پیانو، گیتار باس بدون ریورب و استرینگ پد داره ریورب خیلی زیاد داشته باشید. منو، مستر افکت. این مستر افکت B واسه کیبورد سته و این مستر افکت A واسه ترک های آکورد و ریتمه. توی این ریتم مستر افکت 1 افکت ریوربه و مستر افکت 2 افکت کراسه. حالا مقدار مستر افکت ها رو تنظیم کنیم. منو، میکسر تیونینگ، افکسن. هرچی مستر افکت 1 برای این ترک رو بیشتر کنم ریورب بیشتری خواهد داشت. مستر افکت 2 مقدار کراس رو تعیین میکنه. درام و پرکاشن یه جور دیگه کار میکنه. دیف بالای ترک درام رو بزنیم. دیف مخفف درام فامیلیه. اون چشمک میزنه، پس میتونم برای دستبندی های مختلف درام مقادیر مختلفی از افکت رو تنظیم کنم. هرچند که ما از حالت استایل پلی برای توزیع مستر و اینسرت افکت ها استفاده کردیم، ولی همه حالت های دیگه هم با همین منطق کار میکنن. در حالت سانگ پلی ترک های آهنگ از افکت های گروه A و کیبورد ست از افکت های گروه B استفاده میکنن. در حالت سکوئنسر یا آهنگسازی هر کدوم از ترک ها میتونن از گروه A یا از گروه B استفاده کنن. در حالت ساوند فقط افکت های گروه B قابل دسترسن. در حالت استایل پلی و سانگ پلی میشه گیتار یا میکروفون رو وصل کنیم و به سیگنال ورودی از اون افکت بدیم. اول با میکروفون توی پخش ریتم امتحان میکنیم.
از ورودی لفت قسمت آدیو این برای وصل کردن میکروفون استفاده کنید. اگه بخواید میکروفون با فیش XLR بهش وصل کنید، باید از یک تبدیل آمبلانس 1/4 اینچی استفاده کنید. برین توی گلوبال. آدیو اند ویدیو. تب آدیو این. دقت کنید که قسمت آدیو این روی میکروفون تنظیم شده باشه. حالا منو میکروفون ستاپ، تب EQ داینامیک. از ناب گین که در کنار لفت آدیو این هست برای افزایش و کاهش قدرت سیگنال استفاده کنید. نشانگرش باید بیشتر اوقات سبز باشه و در موقعی که پیک میزنه نارنجی باشه. اگر رنگش قرمز میشه یعنی گین خیلی بالاست. در این صفحه دسترسی به یه اکولایزر، یه کامپرسور و تنظیمات گیت برای میکروفون هم داری. اگزیت، تب ولوم، با استفاده از ترک سلکت، کیبورد ست و تنظیم ورودی میکروفون رو بیارین. ورودی میکروفون با لمس این قسمت میتونه خاموش یا روشن بشه. میشه برای تنظیم لول از روش‌های معمول استفاده کرد. یا اینکه از اساینبل ناب 1 استفاده کرد. این دوتا ناب میتونن برای مقاصد مختلفی تنظیم بشن. اینا توی گلوبال مود تنظیم میشن. به طور پیش‌فرض ناب 1 برای تنظیم کنترل صدای ورودی تعریف شده. ریتم رو پخش کنین و صدای میکروفون رو باهاش متناسب کنین. استاپ رو بزنین. به تب میکروفون برید. همونطور که میبینید روی صدا افکت داره. میتونین همزمان دو تا افکت روی صدا داشته باشین. مثلا دیلی و ریورب. با استفاده از ناب 2 میزان افکت رو میشه تنظیم کرد. با زدن این قسمت میشه تنظیمات دیگری رو بر روی صدا از پریست های موجود انتخاب کرد. این انتخاب صدا و ریتم روی هر صفحه همزمان 8 خونه قابل انتخابه، ولی از طریق تپ های چپ و راست هم میشه به تعداد بیشتری دسترسی داشت. اگزیت رو بزنید. از اینجا هر کدوم از افکت ها میتونن غیر فعال بشن. اینجا یه گزینه تاک اوور میبینید. با زدنش افکت های وکال غیر فعال میشه و صدای ریتم هم پایین میاد تا بتونید با حضار صحبت کنید. به تب ولوم برید و با لمس این قسمت میکروفون رو غیر فعال کنید. حالا یه گیتار رو وصل میکنم. گلوبال، منو، آدیو ویدیو، تب آدیو این. ورودی رو به گیتار تغییر بدید. برای تنظیم مقدار ورودی صدا میتونیم از همون صفحه گلوبال که قبلا برای تنظیم میکروفون به کار بردیم استفاده کنیم. ولی این بار اگزیت رو بزنید. به تب ولوم استایل پلی برید. و گین خروجی رو از اینجا تنظیم کنید. این نشانگر باید بیشتر مواقع سبز بمونه. اگه نارنجی بشه یعنی سیگنال ورودی پیک زده. اگه قرمز بشه یعنی اینکه سیگنال ورودی خیلی زیاده. حالا من گیتار رو آن میوت میکنم و لول ترک ها رو تنظیم میکنم. حالا متوجه شدین که تب میکروفون الان به گیتار تبدیل شده. برید اونجا. همونطور که میشنوین صدای گیتار داره از یک پریست به نام Clean ACC-SC استفاده میکنه. برای پیکاپ های سینگل کویل بهتر از پریست هایی که توی اسمشون SC داره استفاده کرد. و همینطور برای پیکاپ های هامبکر بهتر از پریست هایی که HP دارن استفاده کرد. تا سه تا افکت رو میشه زنجیروار به هم متصل کرد. توی این مورد شبیه ساز امپ، دیلی و ریورب. با زدن اینجا میشه پریست های مختلفی رو انتخاب کرد. پریست ها در گروه های مربوط به کلین، اووردرایو و حتی افکت هایی که برای باس استفاده میشن دسته بندی شدن. اگه بخواین میشه از یه پدال بورد میدی برای روشن و خاموش کردن افکت های داخل زنجیره استفاده کرد. از اینجا میشه پریست افکت رو ویرایش کرد و توی بانک های یوزر ذخیره کرد. جزئیاتش توی راهنمای PDF هست. به تب ولوم برید.
و گیتار رو میوت کنید و در نهایت حلقه آخر سیگنال خروجی گلوبال ایکیو و لیمیتر جاییه که سیگنال نهایی قبل از خروج از PA700 واردش میشه. گلوبال، منو، لیمیتر مستر ایکیو، تب لیمیتر. با استفاده از این تنظیمات برای لیمیتر هنگامی که حداکثر حجم صدا رو محدود میکنن باعث میشن تا PA700 تا جایی که ممکنه بلندترین صدا رو تولید کنه. از اونجا که قبلا این مراحل برای MP3 در زمان ساخته شدنش انجام شده اون به قسمت لیمیتر وارد نمیشه. این تب شما رو به قسمت مستر ریکیو میبره. اون یه اکولایزر 4 باند قابل تنظیمه که قبل از خروجی لفت و رایت به طور کامل اجازه ویرایش گین، فرکانس و پارامترهای کیو رو برای تنظیم فرکانس‌های لو، مید و های میده و روی همه سیگنال‌ها حتی MP3 هم تأثیر میذاره. تنظیمات لیمیتر و ایکیو میتونن سیو و از اینجا دوباره فراخوانی بشن.